سلام، خوش اومدی به یه ویدیو دیگه. بیشتر زبان آموزا در مکالمات انگلیسیشون برای اینکه بگن سیرم یا دیگه گرسنه نیستم از عبارت خیلی ابتدایی و تکراری I'm full استفاده میکنن. تو این ویدیو میخوام سه تا اصطلاح فوق پیشرفته جایگزین برای I'm full بهت یاد بدم که اگه اونا رو در مکالماتت استفاده کنی خیلی سطح بالا و نزدیک به نیتیو ها به نظر میای. پس با من همراه باش. Number one, I've had enough. I've had enough. It means when you have finished eating and you feel satisfied. این اصطلاح وقتی کاربرد داره که شما غذا خوردنتون به پایان رسیده و احساس رضایت و سیری دارین و وقتی کسی از شما درخواست میکنه که غذای بیشتری رو بخورین، شما در جواب میگین که I've had enough، یعنی نه من دیگه سیر شدم، گرسنه نیستم. اینجا یه نکته در مورد این اصطلاح وجود داره. اگر شما خواستین این اصطلاح رو خیلی قوی تر و با شدت بیشتری بیان کنید، میتونید بهش یه موردن اضافه کنین. بگین I've had more than enough. وقتی بگین I've had more than enough، این به معنی این هست که شما یه مقداری بیشتر غذا خوردین و واقعا احساس سیری و پری میکنین و دیگه جا ندارین. اینجا دو تا مکالمه کوتاه رو به عنوان مثال براتون آوردم. خوب دقت کنید. Do you want another cookie? No, I've had enough, thanks. Do you want another cookie? No, I've had enough, thanks. میگه آیا کلوچه یا شیرینی دیگه ایمیل داری؟ میگه نه ممنون، به اندازه کافی خوردم و سیرم. مکالمه دو. Peter, let me serve you more turkey. Peter, let me serve you more turkey. I've had more than enough already, thanks. I just can't eat anymore. I've had more than enough already, thanks. I just can't eat anymore. میگه پیتر، میل داری مقدار بیشتری از گوشت باقلمون بخوری؟ میگه نه ممنون، بیشتر از حد معمول خوردم و واقعا سیرم، دیگه جا ندارم. Number two. I'm stuffed. I'm stuffed. It means you are extremely full. بچه ها این اصطلاح وقتی کاربرد داره که شما یک وعده غذایی کامل رو خوردین و از خوردنش هم کلی لذت بردین و احساس رضایت میکنین و کاملا سیر شدین و دیگه جایی برای بیشتر خوردن ندارین. حالا به این دوتا مکالمه توجه کنید. Did you enjoy the meal? Everything was delicious. I'm stuffed. Did you enjoy the meal? Everything was delicious. I'm stuffed. میگه از غذا لذت بردی؟ غذا رو دوست داشتی؟ میگه همه چی عالی و خوشمزه بود. حسابی سیر شدم و دیگه جا ندارم. مکالمه دوم. Mary, did you like the fish? Let me give you some more. Mary, did you like the fish? Let me give you some more. Oh, thank you, but I'm stuffed. Oh, thank you, but I'm stuffed. میگه مری، ماهی رو پسندیدی؟ دوست داشتی؟ میخوای بیشتر بخوری؟ میگه نه ممنونم، من حسابی سیر شدم، عالی بود و دیگه جا ندارم. Number 3. I can't eat another bite. I can't eat another bite. It means you are so full that you physically can't eat another bite of food. You might get sick if you eat anymore. این اصطلاح وقتی استفاده میشه که شما از لحاظ فیزیکی و جسمی اونقدر سیر هستین، اونقدر غذا خوردین که حتی جا برای یک لقمه بیشتر ندارین و اگه بیشتر از این غذا بخورین ممکنه حالتون بد بشه. حالا به مکالمه ها توجه کن. How about some fruit for dessert? How about some fruit for dessert? Sorry, but I can't eat another bite. Sorry, but I can't eat another bite. میگه نظرت در مورد میوه برای دسر چیه؟ میگه متاسفم اما من اونقدر سیرم که حتی جا ندارم یه لقمه دیگه بخورم. مکالمه دوم. Jill, do you want a piece of apple pie? Jill, do you want a piece of apple pie? Oh, thanks, but no, I couldn't eat another bite. I am so full. Oh, thanks, but no, I couldn't eat another bite. I am so full. میگه جیل، نظر در مورد یه تیکه دیگه از این پای سیب چیه؟ میگه او ممنونم، نه اصلا جا ندارم حتی یک لقمه دیگه بخورم، اونقدر سیرم که دیگه چیزی نمیتونم بخورم.
خب بچه ها به پایان یه ویدیو دیگه رسیدیم. امیدوارم این اصطلاحات براتون مفید بوده باشه و در مکالمات خودتون استفاده کنین. حتما این نکات مهم رو با دوستاتونم به اشتراک بذارین. کانال رو دنبال کنین تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین. به امید دیدار.